حکومت بحرین در تلاش برای تغییر بافت مذهبی این کشور است. یک فعال حقوق بشر بحرینی از اهدای تابعیت این کشور به 120 هزار مزدور بیگانه با هدف تغییر بافت جامعه این کشور خبر داد. مسعود جهرومی از فعالان بحرینی در مقاله‌ای اوضاع حقوق بشر در این کشور را بحرانی توصیف کرد و نوشت اعطای تابعیت سیاسی به مزدوران بیگانه و سلب تابعیت شهروندان اصیل بحرین به ابزار و سلاحی از سوی نظام برای مجازات معارضان سیاسی مبدل شده است. و افزود سلب تابعیت خلاف همه عرفها و قوانین و تجاوز به حقوق بشر به شمار می آید. کسانی که سلب تابعیت شده اند هیچ تابعیت دیگری ندارند و همکنون بدون شناسنامه مشغول به زندگی هستند که این مسئله با قوانین بین المللی مغایرت دارد. وی با اشاره به گزارشی موسوم به البندر در سال 2006 میلادی اظهار داشت سیاست تابعیت سیاسی یکی از نمادهای تبعیض به شمار می آید که طی آن 120 هزار بیگانه تابعیت بحرینی دریافت کردند و بدین معناست که بیش از 20% از بافت ساکنان اصلی دچار تغییر شده است. این فعال بحرینی ادامه داد سیاست اعطای تابعیت به بیگانگان یک تهدید برای هویت بحرین است و میتواند به عنوان یک نسل کشی برای اهالی این کشور خصوصا شیعیان مطرح شود. وی با اشاره به اینکه در مدت 4 سال بیش از 400 شهروند به دلایل سیاسی سلب تابعیت شدند تاکید کرد همه این سلب تابعیت ها به صورت غیرقانونی صورت گرفته و آنان از زندگی کریمانه در وطنشان محروم شدند و در آخر مجبور به خروج از بحرین هستند. جهرومی که تابعیت وی در سال 2015 از سوی پادشاه بحرین سلب شده از خاطر نشان ساخت متاسفانه ملت بحرین با انواع ظلم و ستم طایفه‌ای مواجه شده و سازمان‌های حقوقی جهان و سازمان ملل تنها به محکومیت بسنده می‌کنند. به گفته وی سازمان ملل به ابزاری در دست کشورهای استعماری جهان تبدیل شده و مصالح این کشورها را تأمین می‌کند.